به شما عزیزای دل همراه من در کانال ایران دیلی اوستا مینوفن هستم و برگشتم با چند تا خبر جدید پس لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید شلیک مرگبار معمورین کلانتری به دو برادر دو برادر به نامهای محمد و مهرداد خان محمدی سارانی ساکن منطقه زیبا شهر چابهار با شلیک معمورین نیروی انتظامی منطقه مجروح و در آی سی بیمارستان امام علی چابهار بستری شدند. اما ماجرای مذروب شدن این دو نفر چی بوده؟ در شب حادثه خونواده ی اونا با 110 تماس گرفتن و اعلام کردند که مورد سرقت مسلحانه قرار گرفتند. اما در اثر مقاومتشون سارقین فرار کردن ولی پلیس علا رقم تماس این خانواده اهمیت نداده و به موقع در محل حاضر نشده بنابراین وقتی از اومدن پلیس ناامید شدن این دو برادر خودشون با موتورسیکلت اقدام به تعقیب سارقین کردند. در همین زمان بالاخره نیروی کلانتری با تاخیر میرسه اما مامورا بدون هیچ اختار و سوالی به اونا شلیک میکنن بعد که میفهمن اشتباه کردن میگن که فکر کردن اونا سارقن این هم از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کلا مردم از دست اینا مستاصل شدن یا به موقع نمیان یا وقتی هم میان کلا مردم از کمک خواستن پشیمون میکنن واقعا کی قراره این همه آشفتگی در مدیریت مملکت درست بشه برگزاری مسابقات ورزشی فدراسیون سکس در سوئد خبری که اخیرا خیلی رسانه شده درباره به شناخته شدن سکس به عنوان رشته ورزشی بود این خبر که مربوط به کشور سوئد در شبکه های اجتماعی و برخی از رسانه های فارسی زبان مثل تلویزیون ایران اینترنشنال و رسانه های غیر فارسی هم پخش شد متن خبر این بود که سکس در کشور سوئد به عنوان ورزش شناخته شده و فدراسیون سکس سوئد در حال تدارک اولین مسابقات قهرمانی این رشته جدید ورزشی در اروپا است. اما بعد از چند ساعت معلوم شد که این خبر شایع است و سایت های انتشار اخبار زرد مثل سایت های فروم دیلی و لیتسلی وارد فضای خبری رسانه های فارسی زبان شدند. عجیبه که تیم خبری تلویزیون ایران اینترنشنال که یکی از تیم‌های پر ادعا در حوزه رسانه است بدون تحقیق این خبر رو رسانه ای کرده اما ماجرای این خبر چی بود؟ در ژانویه سال جاری صاحب یک استریپ کلاب در یکی از شهرهای سوئد درخواست ثبت رسمی سکس به عنوان ورزش رو مطرح میکنه اما با مخالفت شدید رئیس فدراسیون ملی ورزش سوئد مواجه میشه لازم به ذکر که حتی در لیست فدراسیون های ورزشی این کشور تا به امروز چنین فدراسیونی وجود نداشته بعد دراگان براتیک یعنی صاحب این استریپ کلاب که سایتی با عنوان فدراسیون بین المللی سکس داره این ادعا رو تو سایت خودش مطرح میکنه اما تعدادی از کاربرا با شیطنت این موضوع رو از این سایت منتشر میکنن در واقع منبع اصلی پخش خبر برگزاری مسابقات رسمی سکس همین سایت بوده جالبه بدونین که حتی سینا ولی الله تهیه کننده و شخصیت رسانه معروف ایرانی در همین زمینه ویدیویی منتشر کرد و توضیح داد این خبر به رسمیت شناخته شدن سکس به عنوان ورزش و برگزاری مسابقات جهانی خبر درستی نیست دار. این در واقع وبسایت برای یک استریپ کلاب که اسمش فدراسیون سکس و صاحب این استریپ کلاب چند وقت پیش درخواست داده بوده که آقا سکس رو به عنوان ورزش ثبت بکنن که با مخالفت به روبرو شده تموم شده رفته حالا این تو وبسایت خودش مثلا یه چیزایی رو می نویسال من نمیدونم کی رفته بوده تو اون وبسایت و دنبال چی میگشته که یه دفعه خبر این چنینی رو دیده و زخ کرده و به عنوان خبر منتشر کرده اون اون اولیه رو باید پیدا کرد اگر نه این خبر چرت بنابراین خبر به رسمیت شناخته شدن سکس به عنوان ورزش در سوئد و برگزاری مسابقات بین المللی سکس در این کشور صحت نداره و فقط شایعه بوده البته خدا رو شکر افشای مذاکرات پنهانی دیپلومات های آمریکایی با مقامات ایران استاد امیر تاهری روزنامه نگار پیشکسوت در گفتگوی ویدیویی درباره تحولات پرشتاب و کم سابقه خاور میانه تعیین تکلیف وضعیت جمهوری اسلامی ایران و مهمترین مسئله بازگشت ثبات به این منطقه متلاطم جهان توصیف کرد. استاد تاهری که مشاور خاویر پرز دکویار دبیر کل سابق سازمان ملل و روزنامه نگار پیشکسوت و کارشناس امور سیاسیه با اشاره به چالش های پیش روی حکومت ایران در مرزهای غربی و شرقی و همینطور عادی سازی روابط تهران و ریاض گفت ایالات متحده آمریکا تونست برگهای بازی و عوامل تهدید و از جمهوری اسلامی بگیره مهمترین مسئله خاور میانه در حال حاضر وضع نامعلوم ایرانه این یک علامت سوال بزرگ جلوی جمهوری اسلامی وجود داره این وضع موجود ممکنه خیلی بد بشه ممکنه خیلی خوب بشه ممکنه متوسط باقی بمونه ولی در هر صورت که بهش نگاه بکنین تا مسئله ایران حل نشده تا این علامت سوال برداشته نشده خبر میانه دچار ثبات و واقعی نخواهد امیر تاهری در پاسخ به این پرسش درباره مذاکرات امیر سعید ایروانی با رابرت مالی در اوج اعتراضات و خیزش مردمی گفت این ماجرا هم شاهد دیگه ایه بر این موضوع که مردم ایران و نیروهای مخالف نباید به دولتهای غربی امید داشته باشند. آقای تاهری با اشاره به تجربه های تاریخی عنوان کرد که ایالات متحده و هم پیمانانش همواره از اعتراضات مردم ایران به عنوان اهرام فشار استفاده می اما نکته مهم این خبر اینه که برخلاف اونچه که مقامات جمهوری اسلامی وانمود میکنند نه تنها پشت پرده به صورت مداوم با نماینده های دولت آمریکا در تماسند بلکه کاملا با مقامات آمریکایی در حال مذاکره و رایزنی هستند و تمام اختلافاتشون فقط ظاهری و رسانه متاسفانه این دیدارها و ملاقاتهای پنهانی بعد از اعتراضات سراسری 1401 افزایش پیدا کرده و بیم اون میره که هرچه زودتر با حکومت ایران بر سر برجام به توافق برسن. در نتیجه با لغو تحریم ها میلیاردها دلار پول های بلوکه شده ایران رو آزاد میکنن. اون وقت ریشه کند کردن جمهوری اسلامی برای مردم سختتر میشه. دیدار اجولانه ی وزیر آموزش و پرورش با علم الهدا خبر اینه که وزیر جدید آموزش و پرورش چهار روز بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس به دیدار علم الهدا رفت اما این شخص دقیقا کیه؟ رضا مراد صحرایی که در سوابقش فقط هفت سال سابقه تدریس در مدارس وجود داره و گفته میشه که از شغل حراست دانشگاه به پست مدیریت حراست و بعد هم کرسی استادی رسیده بعد از دریافت مدرک تحصیلی فرمایشی مثل ابراهیم رئیسی که با شش کلاس سواد رئیس جمهور مملکت شد و بهش آقای دکتر میگن مراد صحرایی هم با سفارش و توصیه نامه به سرعت پله های ترقی و گرفتن پست و مقام رو طی کرد و حالا به مقام وزارت آموزش و پرورش که یکی از مهمترین و حیاتی ترین وزارت خونه های کشوره رسیده این آقای دکتر حتی معنی دربی رو نمیدونه و در جواب خبرنگار که در مورد دربی استقلال و پرسپولیس ازش سوال کرد اینطوری جواب داد من فعلا در مورد اونم واقعا تصمیمی نگرفتم که در مورد همی دربی که میفرمایید بنده ایران ایرا. حالا متوجه شدین چرا بعد از گرفتن پست وزارت فوری رفت از علم الهدى تشکر کنه معلوم شد چه کسی پای توصیه نامش رو امضا کرده تصادف مرگبار در هند و نگرانی از ناامنی متروی تهران یکی از خبرهایی که چند روز اخیر در صدر تیتر اخبار دنیا قرار گرفت خبر برخورد دو قطار مسافربری در ایالت اودیشا در هندوستان بود که دست کم 350 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند. متاسفانه حال بعضی از زخمی ها وخیم گزارش شده شاید اگر این تصادف در یک کشور اروپایی اتفاق میافتاد تلفات یک دهم این تعدادم نمیشد مشکل اینه که قطارها در هند چندین برابر ظرفیت مسافر سوار میکنند حالا تصور کنین که خدایی نکرده این تصادف در متروی تهران روی بده. شاید مسئولین هند تا حدی حق داشته باشند که نتونند به چند میلیارد نفر خدمات ارائه بدن اما مسئولین جمهوری اسلامی در حالی که ایران ده درصد از ثروت دنیا و فقط یک درصد از جمعیت جهان داره به هیچ عنوان نمیتونند ای برای کمکاری و بیمسئولیتیشون بیارن امیدواریم هیچ جای دنیا چنین حوادث تلخی اتفاق نیفته مخصوصا در ایران خب رفقای گلم این خبرام تموم شد لطفا نظراتتون رو برامون تو کامنت بنویسین مراقب همدیگه باشین و فعلا بدرود